مجتبی اخوند، مدیر مسئول سازمان مسلمان آزاده از واشنگتن پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. آقای اخوند سلام و عرض ادب. سلام عرض میکنم، ممنونم که من رو در برنامه خوبتون دارید. زنده باشید. جناب اخوند، در رابطه با اهدافی که از صدور این بیانیه به دنبال تحقق آن هستید توضیح بفرمایید و تا چه حد امیدوار هستید که حکمرانان کشورهای اسلامی به تأثیر از پیامبر رحمت شیوه مدارا را به جای خشونت در پیش بگیرند؟ بفرمایید. خیلی ممنونم، سوال بسیار دقیق و خوبیه. ببینید چند تا بُعد داره و من فرصت همین ابعاد رو توضیح میدم. یکی این هستش که هدف ما این هستش که اگه یک کشوری خودش رو به عنوان کشور اسلامی شناخته خودش رو و شناسونده به دنیا، بیاد احکام حقیقی اسلام رو هم اجرا کنه. اگر ما به زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دقتی بکنین، تاریخی که ایشون دارن پر از محبت، پر از رفتارهای خوب هستش در جامعه، حتی با کسانی که باهاشون جنگ مستقیم و علنی داشتن. کشورهای مثل بحرین، کشورهای دیگه هستن مثل سعودیه، کشورهای دیگه که کشورهای مجاور هستن، کشورهای همسایه هستن، اگه کشور اسلامی هستن باید رفتارشون بیشتر شباهتی به رفتار حقیقی اسلام داشته باشه. این تصمیمی که گرفته شده برای ما خوشحالی داره از یک جهت که این افراد دارن آزاد میشن، ولی از یک جهت کاملا نگران کننده است و علتش این هستش که ببینید از نظر روحی روانی وقتی یک شخص زندان هستش، این زندان باعث میشه که در شخصیت او تأثیر بذاره. دو، وقتی که از زندان بیاد بیرون، اولا ناامیدی نیامدن بیرون، شاید اعدام، خبرهایی که بهشون میرسه، دروغهایی که بهشون گفته میشه، اینا تأثیر مستقیم در روحیه این افراد داره. از اون طرف خانواده هایی که برای سالها برادر، فرزند و یا شوهر خودشون رو در زندان داشتن، نگرانی اجتماعی که داشتن، عدم تأمین اجتماعی که براشون بوده، خب این هم نگران کننده بوده و هست. و مسئله بعدی اینه که یک زندانی اگر طولانی مدت در زندان باشه، یواش یواش تبدیل میشه از یک منتقد اجتماعی به یک دشمن اون دولت یا اون حکومت در طولانی مدت. یعنی هر چقدر شخص بیشتر طولانی مدت تر در زندان باشه، اول احساس میکنه که خب من بیگناه هم، یواش یواش ذهنن دنبال علتهایی میگرده که خب پس دلیلی داشته که با من دشمنی هایی بوده، پس من باید این دشمنی رو یواش یواش، زجری رو کشیدم، اذیتی کشیدم، خانوادم در اذیت و آزار از نظر اجتماعی و محدودیت هایی که ایجاد میشه بودن، پس الان من باید به مبارزه ادامه بدم. مبارزه‌ای که از اول نبوده، یک حرکت کاملا صلح جویانه بوده. اینهایی که میخواستن، بالای 90% افرادی که در زندان های مخصوصا بحرین هستن، بله، کسانی بودن که واقعا فقط تظاهرات بوده و شرکت کردن. به هر حال بعد خوش بینانش این هستش که انشالله کشورهای مجاور مخصوصا بحرین یاد بگیرن از اخلاق خوب پیامبر اکرم، بله، صلی الله علیه و آله، و روش اسلامی رو برن جلو تا این در طولانی مدت کمک بکنه به بهتر زیستن مردم با همدیگه. بله، ممنونم. با تشکر از مجتبی اخوند، مدیر مسئول سازمان مسلمان آزاده از واشنگتن که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.